خدا با سلام، من قصابی هستم و به عنوان مدرس فرادرس تناظریابی در تصاویر دیجیتال با استفاده از ویژگی‌های محلی یا لوکال فیچرز در خدمت شما هستم. البته فیچر رو آرزه هم ترجمه کردن علاوه بر کلمه ویژگی که اینجا استفاده کردیم و تناظریابی یا یافتن کارسپاندینگ لوکیشن ها یا نقاط متناظر در تصاویر یک مبحث اساسی در بینایی کامپیوتر یا کامپیوتر ویژن و کاربردهای زیادی داره. توی این بسته آموزشی بهش اشاره خواهیم کرد. من سعی دارم که توی این بسته آموزشی علاوه بر تئوری این روش ها کلشون رو هم بررسی کنم، کمی هم راجع به بهبود این روش ها برای کاربردهای مختلف صحبت کنم، چون که لوکال فیچرها یعنی استخراج و توصیف این ویژگی ها جزئیاتی مهم می‌داره که عدم توجه به اونها منجر به عملکرد ضعیف این ابزار قدرتمند در حوزه‌های مختلف، منظورم پزشکی و ماهواره‌ای هستش، میشه. بنابراین یادگیری و اشراف کامل داشتن به عملکرد اونها و آشنایی با مزیت‌ها و معایب این روش‌ها در حوزه‌هایی که کاربرد دارن هم برای دانشجوهایی که می‌خوان برای توسعه این روش‌ها کار کنن مفیده، هم برای دانشجوهایی که می‌خوان متد پیشنهادی خودشون رو با این تکنیک‌ها مقایسه کنن مفید هستش. پس بنابراین اشاره می‌کنم به تعمیم این الگوریتم‌ها برای تصاویر پزشکی و ماهواره‌ای و بهتر هستش که دانشجویان در حد متوسط با مفاهیم پردازش تصویر آشنا باشن وقتی که این بسته آموزشی رو مشاهده می‌کنن، که برای این منظور هم میتونن از بسته آموزشی فرادرس دیجیتال ایمیج پروسسینگ استفاده کنن و یا اسلاید‌های من رو در سایت پردازش تصویر خودم دانلود کنن که آدرس سایتش رو اینجا نوشتیم و این اسلاید‌ها رایگان هستن. وارد قسمت دروس بشید، از اونجا وارد قسمت درس پردازش تصویر بشید، میتونید اسلاید‌ها رو دانلود کنید که هر چند وقت یک بار هم اونها رو آپدیت میکنم. بیشتر مباحثی که من در اینجا در موردش صحبت خواهم کرد از کتاب ویژوال آبجکت ریکوگنیشن که توسط خانم کریستین گرامر نوشته شده، هیئت علمی دانشگاه تگزاس هست. دو تا کورس در این زمینه ارائه کردن که اسمشون هست کامپیوتر ویژن و ویژوال ریکوگنیشن، که مباحث این کتاب رو و همچنین این بسته آموزشی رو پوشش میده. من در اینجا کلمات کلیدی مربوط به این مبحث رو هم قرار دادم تا اگه خواستید در خصوصش سرچ کنید و مقاله‌های مرتبط رو پیدا کنید، کلمات درست رو در سرچ انجین وارد کنید. کلمات کلیدی بخش اول که اینجا گذاشتم بیشتر مربوط به استخراج ویژگی یعنی دیتکشن و توصیف اونها یعنی description of local invariant feature هستش و همچنین یافتن تطابق‌ها یا matching local features. کلمات کلیدی که در بخش دوم گذاشتم مربوط به روش‌های برای حذف تطابق‌های اشتباه یا آوتلایرها یا میسمچ‌ها هستش و بعد از اینکه این بسته آموزش رو مشاهده کردید با مفاهیم و جزئیات کلمات کلیدی در بخش اول کاملا آشنا میشید، به بخش دوم هم تا حدی اشاره خواهیم کرد. البته اون نیازمند تهیه یک فرادرس جدا هستش که در آینده قصد داریم که این کار رو انجام بدیم. فهرست مطالب این بسته آموزشی به این شرحه که اول انگیزه برای به وجود آمدن ویژگی‌های محلی رو خواهیم گفت، یعنی چرا ویژگی‌های محلی. در ادامه به گوشیاب‌های معروف اشاره خواهیم کرد که علاوه بر تئوری اونها روابط ریاضیشون کد مطلبشون رو هم بررسی خواهیم کرد. بعد از اون الگوریتم های هریس لاپلاس و سپس ویژگی محلی سیفت رو توضیح خواهیم داد. کد های مربوط به هر دو الگوریتم بررسی و اجرا خواهد شد، بر روی مثال های مختلف با پارامترهای مختلف بررسیشون میکنیم و اشاره به منطقیاب های دیگه هم و روش های حذف تطابق های اشتباه خواهد شد. قبل از اینکه مفاهیم اصلی رو شروع کنیم، یه یادآوری از فوتومتریک and geometric deformation بین تصاویری که از یک صحنه گرفته میشه، یعنی تغییرات روشنایی و اعوجاجات هندسی رو تو اینجا میخوایم ارائه کنیم. فرض کنیم ما از یک صحنه دو عکس در حالات مختلف یا زمانهای متفاوت میگیریم. این دو عکس نسبت به هم میتونن تفاوت روشنایی یا illumination داشته باشن. یکی از عکس‌ها کنتراستش پایین هستش. ممکنه که عکس دوم در مقیاس یا اسکیل متفاوتی گرفته شده باشه. مثلا توی این دوتا عکس دوم که مشاهده میکنید توی یکی از صحنه‌ها زوم شده در حالی که عکس بالایی دورتر هستش. ممکن هستش که دوربین رو بچرخونیم و عکس بگیریم، یعنی از ویوها یا زوایای متفاوت عکس بگیریم، یا ممکنه بین دوتا تصویری که از یک صحنه گرفته شده
تبدیل افین اتفاق افتاده باشه. توی تبدیل افین خطوط موازی تو تصویر دوم که تبدیل افین روش اتفاق افتاده به صورت موازی باقی میمونن، ولی توی پرسپکتیو خطوط موازی دیگه موازی نیستن. ولی یعنی اگه مثلا این خطها رو اینجا که میبینید، دوتا خطی که اینجا موازی هستن، این دوتا خطی که اینجا هستن، اینجا دیگه موازی نیستن، ولی خط اینجا همچنان اینجا خط هست و به کرو تبدیل نشده. ولی توی اوردرهای بالاتری از دیفورمیشن ها، جیومتریک دیفورمیشن، ممکن هستش که خطوط به کرو هم توی تصویر دوم تبدیل بشن. یعنی ما نان ریجید دیفورمیشن داشته باشیم که این نوع دیفورمیشن بیشتر توی تصاویر پزشکی هستش، مثلا عکسایی که از قلب گرفته میشه در زمانهای متفاوت، چون که بیمار حرکت میکنه، یا عکسایی که از لیور یا معده گرفته میشه به دلیل اینکه بیمار در فاصله زمانی متفاوت حرکت میکنه. به خاطر همین تبدیلاتی که بین عکس ها هستش در زمانهای متفاوت به صورت نان ریجید هستش. بینایی کامپیوتر شامل تاپیک های خیلی زیادی هستش، مثل آبجکت ریکوگنیشن یا شناسایی اشیا، ایمیج ریتریوال یا بازیابی تصاویر، و ایمیج کاتگوریزیشن، دسته‌بندی تصاویر، و ایمیج ریجستریشن یا ثبت تصاویر، و خیلی از تاپیک های دیگه که شبیه این مباحث هستن، حالا با بیان های دیگه مطرح شده، مثل ایمیج انوتیشن، فیس تراکینگ، آبجکت تراکینگ، آبجکت دیتکشن و چیزهای دیگه. مچینگ، مسئله فیچر مچینگ توی خیلی از مباحث بینایی کامپیوتر کاربرد داره. مثلا توی ایمیج کاتگوریزیشن یه سری تصاویر داریم و می‌خوایم بگیم که این تصاویر چی هستن. مثلا تصاویرتون تصاویر صحنه‌های داخلی هستن یا تصاویر صحنه‌های خارجی هستن، یعنی ایندور هستن یا آوتدور. انگار که مثلا دو تا کلاس دارید. می‌خواید مشخص کنید مثلا یه تصویر ساحل میاد، می‌خواید مشخص کنید که این تصویر آوتدوره، یه تصویر بیلدینگ میاد، همینطور این یه تصویر آوتدوره، یه تصویر مثلا آشپزخونه هستش. می‌خواید کلاسیفایر برای شما مشخص کنه که این یک صحنه داخلیه. بعد اول یک سری فیچر از تصاویر استخراج کنید. برای اینکه کل این سیستم رو بتونید ببندید و ترینش کنید، این فیچرهایی که استخراج میکنید بیان کننده نمونه‌های مختلفی باشن که میخواید ازشون استفاده کنید، برید به کلاسیفایر و در واقع پارامترهای کلاسیفایر رو مشخص کنید. یعنی اول ترینینگ رو انجام بدید. ترینینگ یه تصویری که وارد میشه، فیچری هم که ازش استخراج کردید، تارگت مشخصه که این تصویر مثلا تصویر ایندور هستش، تصویر آشپزخونه است. در واقع لرنینگ شما سوپروایزه و تارگت رو میدونید چی هستش. حالا بعد از اینکه مثلا با 300 تا عکس کلاسیفایر رو ترین کردین، پارامتراش مشخص شد، وقتی که یه تصویر جدیدی میاد و دارید در واقع این سیستمی رو که بستید میخواید تستش کنید ببینید که چقدر درست عمل میکنه، در واقع این عکسی که داره وارد میشه بهتون بگه که جزء کدوم کلاسه، مثلا عکسی که وارد میشه عکس صحنه داخلی هستش یا عکس صحنه خارجیه، مثلا عکس روی آشپزخونه است یا چی هستش، که توی عمل تست هم در واقع سه فیچر از تصویر تست استخراج میشه، یک کلاسیفایری که ترین شده داده میشه و توی خروجی شما میبینید که این جزء کدوم کلاس هستش. مثلا اینجا عکسای متفاوت رو میبینید که باید حتما در واقع ازش فیچر استخراج بشه و بعد به اون سیستم داده بشه تا مشخص بشه که جزء کدوم کلاس هستن. تو کل این سیستم دو قسمت هستش که مهم هستش. یکی بخش کلاسیفایر هستش و مربوط به مباحث ماشین لرنینگ، و اونایی که در واقع در روی این قسمت کار میکنن دنبال این هستن که کلاسیفایرهای مشکل کلاسیفایرهای مختلف رو حل کنن. مثلا فرض کنید که شما دو تا کلاس دارید، کلاس قرمز و کلاس سبز. کلاس قرمز کلاس مربوط به صحنه های ایندوره، کلاس سبز هم مربوط به صحنه های آوتدوره. دو تا ویژگی استخراج کردید برای هر تصویر، مثلا هر تصویر رو با میانگین و انحراف معیارش با واریانس و میانگین نشون دادید. البته این ویژگی هایی که استخراج شده خیلی ابتدایی هست، فقط برای اینکه در فضای دو بعدی توضیح راحت تر باشه به این صورت مثال ساده تری رو اینجا ارائه کردم. خب فرض کنید که در فضای بردار ویژگی تمام نمونه هامون رو نشون دادیم و چون اینجا فیچر هامون فیچرهای خوبی بودن،
اینجا دیگه نمونه ها تو هم نرفتن، شما راحت میتونید با یک کلاسیفایر خطی بگید که مثلا صحنه این دور هست یا صحنه آد دور. البته همیشه این اتفاق نمیفته چون عکس ها خیلی دیتیل دارن، خیلی پیچیدگی دارن و همیشه ما نمیتونیم اینقدر دو تا فیچر خیلی خوب استخراج کنیم و فضای برداری ویژگی نمونه هامون رو اینجوری راحت تقسیم بندی کنیم. خب برای حالا چون این اتفاق هست و اینها ممکنه که نمونه ها تو هم برن یا حالا مثلا چند تا کلاس باشه، حالت های مختلفی که توی در واقع بازشانسی آماری الگو بهش پرداخته میشه، توی درس ماشین لرنینگ هم با کلاسیفایر های مختلف آشنا میشین، به خاطر همین و اینکه این مشکل رو حل کنن کلاسیفایر های مختلفی مطرح میشه مثل SVM، نورال نتورک، بیزیان و دیسیژن تری و اینکه این مشکل جداسازی خطی و غیر خطی رو حل کنن. برای یادگیری بیشتر میتونید مثلا فردرس های مرتبط مثل فردرسی که برای SVM تهیه شده رو ببینید و بعد متوجه بشید که کدوم یکی از این در واقع کلاسیفایر ها بهتر هستش که با توجه به توضیحاتی که دادیم به تنهایی نمیشه گفت، بستگی داره که اون بردهای ویژگیتون در واقع چی هستش. بخش مهمی این سیستم استخراج بردارهای ویژگی هستش که توی اسلاید قبلی در واقع هر تصویر رو مثلا با دوتا ویژگی X1 و X2 نشون داده بودیم. در واقع سوال اینه که چجوری میشه یک تصویر رو یا یک شی رو یک مدل رو ریپرزنت یا بازنمایش نمود؟ چون ممکنه که تصویر شما، اینجا شی رو صحبت کردیم، ممکنه که تصویر شما اینقدر دیتیل نداشته باشه مثل تصاویری که اینجا هستن و مثلا فقط شامل یک شی باشه و شما بخواید آبجکت ریکگنیشن در واقع انجام بدید. در واقع می‌خوایم ببینیم که این مبحث فیچر اکستراکشن و فیچر ریپرزنتیشن به چه صورت باید باشه. خب این اسلاید براتون باید آشنا باشه اگر که درس بازشناسی آماری الگو رو پاس کرده باشین. در دست بازشناسی آماری الگو همش دنبال یادگیری دستبندها که نیستید، اون روش که در واقع دارید ویدیو رو بازنمایش میکنید هم تأثیر داره در انتخاب دستبند شما و یا پرفورمنس کل این سیستم شناساییتون. اگر فیچرها خوب باشن دستبندی خطی کارتون را میندازه، اگر فیچرها بد باشن دستبند هیچ تقصیر نداره و ممکنه که بد عمل کنه. ولی خب توی این سلاید متوجه میشین که بسته به اینکه فضای بردار ویژگیتون چه شکلی باشه میتونید متناسب با اون کلاسیفایر هم انتخاب کنید. مثلا اگر فقط حرف A رو میخواید شناسایی کنید، اگر که بر حسب پیکسل ها باشه، مثلا پیکسل هایی که توپر هستن صرف در نظر بگیرید، پیکسل هایی رو که خالی هستن یک در نظر بگیرید، یا برعکس فرقی نمیکنه و میتونید از یک شبکه عصبی استفاده کنید. ممکنه این خیلی زمانبر باشه و شما بتونید که فضای بردار ویژگیتون رو یا مثلا ابعادش خیلی طولانی تر باشه، ولی این مسئله این فیچرهایی که استخراج کردی ممکنه توش به دلیل اینکه یه پیکسل ممکنه حذف شده باشه یا ممکنه این A که استخراج کردین نویز باشه، برابر یه پیکسلی که قرار بود سیاه باشه سفید باشه و این دیتایی که اینجا در واقع وارد شبکه عصبی میشه شامل نویز باشه و این خوب نتونه پرفورمنس خوبی رو داشته باشه و یا ممکن هستش که خیلی خوب نتونه توصیف کنه حرفایی رو که داریم، ممکنه که روش‌های دیگه فیچر ریپرزنتیشن استفاده بشه. مثلا اگر قرار باشه از کلاسیفایر بیزیان استفاده بشه، میشه تعداد در واقع اینترسکشن ها، تعداد خطوط یا تعداد هول هایی که مثلا توی حروف هستن رو به عنوان ویژگی های ورودی در نظر بگیریم، یا اصلا ممکن هستش که با روش‌های ساختاری استراکچرال بخوایم که شناسایی رو انجام بدیم و که اینجا یک روش در واقع نشون داده شده که مفاهیمی که توی مثلا کامپایلر و نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها با این مفاهیم ممکنه که آشنا شده باشید. خب یه روش بازنمایش اشیا مثل مربع و دایره اینه که باندری رو توصیف کنیم، کاری که ما توی این اسلاید انجام دادیم. در واقع شیپ رو با یه چیزی به کامپیوتر فهموندیم. مثلا من اینجا فاصله باندری تا مرکز رو به دست آوردم برای دایره، شکلی که به دست اومده این شکلی که برای دایره به دست اومده و شکلی که برای مربع به دست اومده فرق داره. مثلا اگر قرار باشه من 4 تا شکل رو دسته‌بندی کنم، این روش توصیف اشیا و یا بازنمایش اشیا یک روش متمایز کننده است، یعنی بیان دایره با بیان مربع متفاوته
در واقع بردار ویژگی ما که اینجا از 0 تا 2 پی یعنی یک آرایه 360 تایی هستش دیستینکتیوه. این خوبه چون اگه برای دایره و مربع یکی میشد اون وقت اون دستبند چطوری میتونست بر اساس اون ورودی بگه شکل ورودی چیه؟ در واقع چون متمایز هستش فیچر وکتورها برای دو تا شکل متفاوت هستش توی اون فضای بردار ویژگی هم نمونه‌ها خیلی تو هم نمیرن و اینو راحت میشه با یک کلاسیفایر خطی جدا کرد. یه چیزی هم که اینجا هستش این هستش که روش ریپرزنتیشن که اینجا ما داشتیم یه بودی بود و یه بودی از دو بودی خیلی راحت تره پردازشش و حالا مثلا نسبت به ایوجاجات مختلف میشه این ریپرزنتیشن رو مستقل کرد. مثلا میشه در واقع انگار مثل این مونه که یه جور هیستوگرام به دست آوردیم برای دایره یا مربع. اگر که این هیستوگرام ها رو نرمالایز کنیم به تغییرات مقیاس یا اسکیل کلاسیفایرمون رو روباست کنیم، یعنی اگه یه دایره کوچیک بهش بدیم یا یه دایره بزرگ بهش بدیم میتونه این رو تشخیص بده. یا مثلا اگر روتیشن داشته باشیم این مربع چرخیده باشه، باز شما این 4 تا پیک رو در هر صورت دارید، نقطه شروعتون از هر جا که میخواد باشه میتونید مثلا یکی از پیک ها رو در نظر بگیرید. اگر چند تا پیک داشته باشید حالا اولین پیک رو میتونید در نظر بگیرید بر اساس یکی از پیک ها شروعتون از بلندترین پیک باشه. حالا چون در خصوص مربع 4 تا پیکش هم اندازن از یکی از پیک ها شروع کرد فرقی نمی کنه. یعنی هیستوگرام رو شیفت بدین شروعش با جایی باشه که پیک زده، در صورت نسبت به روتیشن این وریل میشه. این توضیحات رو میتونید تو کتاب گونزالس هستی که مربوط به Object Representation و Description هست پیدا کنید که اونجا روش های متفاوت دیگه هم برای Representation و Description اشیا گفته شده که بعد نیست مطالعه‌ای داشته باشید در این خصوص که بتونید طالب این فرادرس رو بهتر متوجه بشید. مثلا میتونید همین قضیه رو که تو اسلاید قبل توضیح دادم برای دستبندی میوه ها مثلا به کار ببرید. خب یه روش توصیف میوه هم اینه که از همون روش هیستوگرامی که در اسلاید قبل گفته شد استفاده کنید، یعنی باندری رو تا مرکز حساب کنید. البته این روش دیسکریپشن ایرادایی هم داره، مثلا اگر باندری شما کلیر نباشه که یعنی صاف نباشه، حالت نویزی داشته باشه همجور که اینجا میبینید، ممکنه که این در واقع هیستوگرام هم به این صورت نویز داشته باشه. برای رفع این مشکل برای خیلی کارهای دیگه انجام میدن که میتونید با عملیات مورفولوژی مثلا صافترش کنید. میتونید مثلا این رو با روش‌های پلیگون توی کتاب گونزالس فصل مربوط به ریپرزنتیشن و دیسکریپشن هستش این لبه ها رو صافتر کنید. مثلا با پلیگون اپروکسیمیشن این کار رو انجام میدن، تقریب پلیگون یا با به دست آوردن کانوکس هال یا شکل محدب. و اینها رو که کلیر کردین دیگه این ایوجاجات رو توی باندری نداشتین، اون وقت این هیستوگرامتون هم صافتر میشه. در واقع یه جوری نسبت به نویز این روش رو روباست کردیم. توی این اسلاید روشی که برای بازنمایش استفاده کردیم هیستوگرامه که یه روش اپیرنس بیست هستش. مثلا توی اسلاید قبل اشیا رو خواستیم در واقع ریپرزنت کنیم و یه روش هیستوگرام بود که فاصله باندری تا مرکز حساب می‌کردیم. اون روش سه ایرادها داشت، مثلا اگر باندری نویزی بود هیستوگرام هم نویزی می‌شد. حالا برای رفعش یک سری راه‌حل‌ها گفتیم ولی بازم ممکنه ایرادهایی داشته باشه. مثلا اگر تعداد اشیا تنوع اشیا بیشتر بشه دیگه اون هیستوگرام متمایز کننده نباشه، دیستینکتیو نباشه. ممکنه مثلا شیپ هایی رو پیدا کنیم که هیستوگرامشون شبیه به هم باشه نسبتاً، بنابراین اون کلاسیفایر نتونه خوب عمل کنه و اینها رو جدا سازیشون رو در واقع جدا کنه، بگه که این گروه مثلا این شیپه، این گروه این یکی شکله. مثلا اینجا پانداها همه پاندایی که بالا هستن تقریبا هیستوگرامشون یکسانه، پاندایی هم که پایین هستن هیستوگرامشون یکسانه، پس بنابراین اون پاندا رو توی گروه قرار میده و اینایی هم که این تصاویری هم که در قسمت پایین هستن رو توی گروه قرار میده چون هیستوگرامشون متفاوت هستش. اما این یه روش گلوباله چون از اطلاعات کل تصویر استفاده میکنه ما بهش میگیم گلوبال. یه سری ایرادهایی داره، مثلا اینجا برای هر ستا تصویر یه هیستوگرام به دست اومده، هیستوگرام این ستا تصویر یکسان شده. خب اون کلاسیفایر پس تقصیر نداره، میاد همه رو توی یک گروه قرار میده. یا ممکنه که توی عکس ما چیزهای دیگه‌ای باشه،
پشت صحنه یه چیزایی باشه که حاشیه باشه و این روش هیستوگرام رو خراب کنه که ما جلوتر به این موضوع اشاره خواهیم کرد. به جای هیستوگرام ساده، روش‌های مختلفی در سال‌های اخیر برای بازنمایش داده بیان شده که توی این اسلاید اکثرشون مطرح شدن. غیر از بگ آف ورز که یک لوکال فیچر هستش، بقیه کل صحنه رو توصیف میکنن. حالا ممکنه که برای اینکه اون مشکلات هیستوگرام رو حل کنن، بیان اطلاعات مکانی رو هم داخل کنن، مثل پیرامیدز آف هیستوگرامز آف اورینتد گرادینتس. مثلا اینجا یک بار هیستوگرام کل تصویر رو حساب کرده، بعد تصویر رو گرید بندی کنه، شبکه بندی کنه و توی هر قسمت هیستوگرام رو حساب کنه. یه جوری اطلاعات در واقع مکانی رو هم وارد هیستوگرام کرده. برای اینکه اون مشکلات اینکه اون سه تصویری که توی اسلاید قبل هیستوگرامشون شبیه هم شده بود، اون مشکلات رو حل کنه، در واقع این کارو کرده. یا روش‌های دیگه‌ای هست مثل PCA که روش گلوبال هستش، یا روش جیست که بر پایه تبل ویولت و آوتلاین کلی صحنه رو در واقع ریپرزنت میکنه. باز هم این روش‌ها یه سری مشکلات که مربوط به روش‌های ریپرزنتیشن گلوبال هستش رو حل نمی‌کنن. مثلا ممکنه که توی تصویر یه چیزایی باشه که حاشیه باشن و این روش هیستوگرام رو خراب کنن. مثلا ما میخواییم عکس پلنگ رو بازیابی کنیم، اما اینجا کلی حاشیه هم مثل جنگل و این کف زمین هم هستش که ممکنه اون هیستوگرام رو خراب کنه. حالا بعضی اومدن برای حل این مشکل با سری از روش‌های قطعه بندی این دامیننت آبجکت رو در واقع به دست آوردن و بعد حالا این رو ریپرزنت کردن. حالا ممکنه باعث از تکسچر بافت بیان ریپرزنت کنن و بشه حالا مثلا توی سیستمی که برای دسته‌بندی حیوانات هست این رو تشخیص بده که پلنگه. ولی این باز مشکل روش‌های گلوبال رو حل نمی‌کنه، چون ممکنه که این پلنگ پشت درخت باشه، یعنی همون مسئله آکلوژن. مثلا توی اینجا مثال‌هایی رو از یه شیک اینجا پاندا هست می‌بینید که همه مال یه گروه هستن، یعنی کلاسیفایر ما توی مسئله ایمیج کاتگوریزیشن همین رو باید پاندا در نظر بگیره. ولی اگه فکر کنید مثلا از هر کدوم از اون روش‌های گلوبال برای توصیف این تصاویر استفاده کنیم، دچار مشکل میشیم. به خاطر اینکه اینجا پانداها متفاوت ظاهر شدن، مثلا ممکنه که توی این قسمت کاملا مسئله ایلومینیشن رو داریم و ممکنه که اصلا تفاوت اینتنسی باشه با یه پاندایی که مثلا اینجا ظاهر شده. در این حال حالا چون وضع صورتش عوض شده یا فقط یه قسمتی از بدنش نشون داده شده، اینجا اشاره کرد که دیفورمیشن داریم. یا ممکنه که حالا مثلا پشت درخت باشه، مسئله آکلوژن رو داریم. یا ممکنه که در حالت‌های متفاوت باشه، به خاطر همین اشاره کرده که حالا این روش هیستوگرام وقتی که این تو پوزیشن‌های متفاوت هستش یا از ویوهای متفاوت در واقع عکس گرفته شده، این روش هیستوگرام دچار مشکل میشه. اینجا باز یه مثال دیگه هستش. اینجا در واقع چیزایی که دنبالش هستیم رو دورش باکس کشیدیم. می‌بینید که روش ریکوگنیشن بعد نسبت به تغییرات مقیاس، نسبت به ویو یا تغییرات زاویه دید و نسبت به روشنایی لایتینگ و موانع که اینجا چارچوب پنجره هستش و توی اون پاندا درخت بود پایدار باشه. پس برای اینکه بشه ریکوگنیشن کرد و کاتگوریزیشن کرد، روش‌هایی به وجود اومدن به اسم لوکال فیچرها. که البته اینجا ویو بهتون بدم که لزوماً اونجا ما کلاسیفایر و ترینینگ نداریم. ما پس فیچر مچینگ هست و با فیچر مچینگ هستش که در واقع ریکوگنیشن انجام میشه. داستان ویژگی های محلی به سال 1954 برمیگرده که گفته شد اطلاعات مهم در شکل یا یک شیپ روی نقاط دامیننت هستش که توی این قسمت نشون داده شده. نقاط دامیننت هم نقاطی هستن که بالاترین خمیدگی رو دارن و یعنی جایی که های کرفچر هستن یا گوشه ها. و بعد از این که همچین مقاله منتشر شد، همچین موضوعی مطرح شد که برای چشم انسان این نقاط خیلی مهم هستن از نظر بینایی، مقالات خیلی زیادی در مورد اهمیت گوشه ها، نقاط انشاب توی بازشناسی بصری منتشر شد و بعدش هم از نظر به صورت ریاضی گوشه‌یاب‌های مختلف یا اینترست پوینت دتکتورها
مطرح شدند و مقالات خیلی زیادی در مورد استخراج این نقاط مهم منتشر شد که توی این تصویر هم نقاط گوشه رو با دایره‌های زرد نشون دادیم. همونطور که ویژگی‌های جهانی رو می‌تونستیم با اینتنسی یا رنگ دیسکرایب کنیم، نشون بدیم، ویژگی‌های محلی هم شامل سه قسمت هستش: استخراج یا فیچر دیتکشن، توصیف فیچر دیسکریپشن و تطابق یا فیچر مچینگ که یک نمونه اینجا دیده میشه. و سایت‌ترین حالت توصیف هم این هستش که یک هیستوگرام رو در یک پنجره در اطراف نقاط استخراج شده در نظر بگیریم که اینجا مثلا نقاط A1، A2، A3، B1، B2، B3 نقاطی هستن که استخراج شدن، نقاط مهمی هستن، اطرافش یک پنجره رو در نظر گرفته. یک روش ساده هم که هیستوگرام تصویر تو اون پنجره رو در واقع به دست آورده، برای تصویر دوم هم این کار رو کرده. و بعد اگر هیستوگرام ها رو به صورت یک آرایی، یک بودی در نظر بگیریم و مقادیرش رو بین ببین اصلا کم کنیم و مجموع این فاصله ها از یک آستانه کمتر باشه، میتونیم بگیم که نقطه A2 و نقطه B2 متناظر هستن. حالا چجوری این مبحث رو توی Object Recognition به کار ببریم؟ توی این اسلاید بهش پرداختیم. وقتی شما نقاط رو که ریپیتبل هستن، یعنی اگه در تصویر اول پیداشون کردی توی تصویر دوم هم پیدا شدن و یک پچ یا باکسی رو اطراف اون نقاط در نظر بگیرین و یه فیچر وکتوری از اون پنجره استخراج کنین، در واقع این فیچر وکتوری که استخراج میکنین مثلا توی استاد قبل هیستوگرام استخراج کرده بودین باید مستقل از اعوجاجات هندسی باشه. توی تصویر استاد قبل این تصویر چرخیده بود نسبت به تصویر اول، ولی خب هیستوگرام رو که استخراج کردید میتونید اینو نسبت به روتیشن مستقلش کنید و در واقع هیستوگرام ها رو از جایی که پیک میزنه شیفتش بدید و توی جایی که بالاترین پیک رو داره نقطه اول باشه. اینجوری دو تا هیستوگرام نسبت به روتیشن مستقل میشن. نسبت به اسکیل هم میتونید با نرمالایز کردن هیستوگرام ها فیچر وکتورتون رو نسبت به اسکیل نرمالایز کنید. و بعد که فاصله هیستوگرام ها رو حساب کردید، تطابق ویژگی انجام دادید، نقاط متناظر رو مشخص کردید. حالا اینجا هم به همین صورت هستش. مثلا ویژگی لوکال فیچر خیلی معروف که از سیفته و توی آبجکت ریکوگنیشن استفاده میکنه، توی این عکس ها هم استفاده شده. اون فیچر وکتوری که برای نقاط استخراج شده به دست میاد باید مستقل از اعوجاجات هندسی باشه و همچنین اعوجاجات تغییرات روشنایی تا تطابق توصیفگرها انجام بشه. و اگر تعداد تطابق ها، یعنی مثلا این آبجکتی که اینجا داریم، همین آبجکت رو اینجا داریم، اگر تعداد این تطابقهایی که اینجا با خط نقاط متناظر رو نشون دادیم بیشتر باشه، مثلا از یک تعدادی، از مثلا 20 باشه، پس میتونیم بگیم که اون آبجکت که دنبالش هستیم توی تصویر هستش. حالا این عکس ها آبجکت سنتر هستن، یعنی عکسایی هستن که توشون یه شی ممکنه سین سنتر باشه و عکسایی باشه که توشون چند تا شی باشه که توی اسلاید بعد بهش خواهیم پرداخت. فقط نکته‌ای که اینجا داره اینه که لوکال فیچر، می‌بینید که اینجا مثلا 5 تا لوکال فیچر استخراج شده، اینجا 3 تا لوکال فیچری هستش که برای حالا اینکه برای اینکه راحت‌تر بتونید درکش کنید تعداد لوکال فیچری که استخراج شده کمه، فقط برای اینکه درک کنید که اینها متناظر هستن. خب این شی که اینجا هست، شی که اینجا هست، ببینید که چقدر ویو هاشون متفاوته، ولی با لوکال فیچر شما تونستید تطابقهایی رو پیدا کنید. حالا اگه تعداد این تطابقها از یه حدی بیشتر بشه میتونید بگید که همچین آبجکتی توی این تصویر وجود داره و این نشون میده که چقدر لوکال فیچر مشکلات مربوط به گلوبال فیچر رو که یکیشون مثلا ویو بود یا اکولوژن بود موانع یا مشکلات دیگرش رو راحت میتونه حل کنه. مثلا اینجا میخواد ببینه که کتونی در این تصویر پایینی هست یا نه. کافیه که محتوای کتونی رو با ویژگی های محلی ریپرزنت کنه. برای تصویر هم ویژگی های محلی استخراج میشه. البته این کار به صورت مستقل، یعنی در همه تصاویر، در تصاویری که داریم به صورت مستقل فیچر وکتورها رو از ویژگی های محلیمون استخراج میکنیم. بعد که تطابق رو انجام دادیم تعداد تطابق ها نشون میده که اون آبجکت در تصویر وجود داره یا نه، که اینجا مثال نشون میده که مثلا دنبال همچین کتابی میگرده، یه سری ویژگی محلی برای این استخراج کرده،
اینجا هم استخراج کرده. اون ویژگی هایی که محلی که از تصویری که توش چند تا آبجکت هستش رو با ویژگی های محلی که از این استخراج کرده مچ شده اینجا فقط نشون داده. حالا برای این کتاب رو نشون ندادیم، فقط روی خود تصویر اصلی نشون دادیم. بعد حالا میشه گفتش که این آبجکت توی این تصویر هست یا نه. فقط اینجا دقت کنیم که توی استاید های اول در مورد آبجکت ریکوگنیشن یا ایمیج کاتگوریشن یک سیستم پترن ریکوگنیشن رو دیدیم، یعنی سیستمی که استخراج تصویر داشت و کلاسیفایر داشت. حالا با فیچر مچینگ و لوکال فیچرها یون بحث ترینینگ رو نداریم، گرچه توی بگ آف ورد یه قسمتی داریم که برای کلاسترینگ، برای که بتونیم تصویر رو ریپرزنت کنیم با همون بگ آف ورد، اون یک مبحث دیگه هستش. ولی نکته ای که اینجا هست اینه که دیگه اون ترینینگ رو نداریم و آبجکت ریکوگنیشن رو در واقع داریم با فیچر مچینگ انجام میدیم. مثلا روی سیستم بازیابی تصویر و اساس ویژگی‌های محلی توصیف‌گرهای تصویر مورد نظر با همه توصیف‌گرهای دیتا ست رو میایم تطابق میدیم. مثلا اینجا N تا تصویر داریم توی دیتا ستمون که برای هر کدومشون ویژگی‌های محلی رو استخراج کردیم و توصیف‌گرهاش رو به دست آوردیم. برای تصویر ورودی هم ویژگی‌های محلی رو استخراج کردیم، مثلا 3 تا ویژگی محلی استخراج کردیم. حالا موقع تطابق می‌بینن که مثلا ویژگی اول با کدوم یکی از این تصاویری که اینجا هستن این ویژگی نارنجی رو دارن، که مثلا تصویر 23/7/97 این ویژگی رو داشته. مثلا برای لوکال فیچر بنفش تصویر 10/99/33 هم این لوکال فیچر رو داشته. حالا اینکه بعضی از عکس ها دوبار اینجا صحبت شده دلیلش اینه که مثلا ممکنه که توشون دیسکریپتور دیگه هم باشه که اون هم نزدیک به این لوکال فیچری هست، نزدیک به این در واقع هیستوگرامی هستش که این لوکال فیچر بنفش رو توصیف کرده. انگار که مثلا توی تصویر 99 دو تا لوکیشن هست توی تصویر 99 که شبیه این بنفش هستش. همطور برای قرمز هم عکسای رو مشخص کرده. خب طبیعی هستش که من عکسی رو که هم توی نارنجی هم توی بنفش هم توی قرمز بیشتر تعداد تطابق‌ها رو داره، اونها عکسایی هستن که محتواشون شبیه این عکس ورودی هستش. پس بنابراین اینجا هم یه جوری بازیابی تصویر رو با فیچر مچینگ انجام دادیم. یکی دیگه از کاربردهای لوکال فیچرها علاوه بر آبجکت ریکوگنیشن و بازیابی توی ایمیج موزاییکینگ یا ایمیج استیچینگ هستش. مثلا در اینجا دو تا تصویر از یه منظره‌ای داریم که با هم یه حدی اوورلپ یا همپوشانی دارن. توی این قسمت با هم اوورلپ دارن دو تا تصویر. تصویر دوم حالا ممکن هستش که نسبت به تصویر اول دارای اعوجاجات هندسی هم باشه. حالا اینجا ترانسلیشن ممکن هستش که روتیشن یا اسکیلینگ هم باشه. وقتی که ما نقاط تطابق رو پیدا می‌کنیم، خب اینو می‌دونید که از قبل توی هندسه وقتی که سه تا نقطه تطابق داشته باشیم، یعنی سه نقطه از صفحه اول سه نقطه از صفحه دوم داشته باشیم، ما می‌تونیم پارامترهای تابع تبدیل که بین دو تا صفحه است رو پیدا کنیم. توی تبدیل افین مثلا ما یه دستگاه مثلا سه مادرس مجهول داریم. وقتی که سه تا نقطه تطابق برامون کافی هستش که توی اون دستگاه معادلات بذاریم و حلش کنیم و پارامترهای تابع تبدیلی که بین دو تصویر هستش رو پیدا کنیم. بعد از این که پارامترهای تابع تبدیل رو پیدا کردیم، حالا تصویر دوم رو میتونیم ببریم توی مختصات تصویر اول و در واقع ایمیج رجیستریشن رو به این صورت انجام بدیم. یه مثال دیگه هم توی این اسلاید دیده میشه که با ترکیب چند تصویر تونسته ویو بزرگتر به دست بیاره، در واقع بین تصاویر ایمیج رجیستریشن کرده. برای ایمیج رجیستریشن هم با اساس لوکال فیچر نقاط تطابق رو پیدا کرده. اینجا هم پانورمای 360 درجه ساخته شده. منظور اینه که با ویژگی‌های محلی و یافتن نقاط تطابق میشه پارامترهای تابع تبدیل هندسی که برای تصویر دوم اتفاق افتاده رو پیدا کرد و اینطوری تصاویر رو به هم چسبون. مثلا اگر سه نقطه تطابق داشته باشیم میتونیم پارامترهای تابع تبدیل افین رو به دست بیاریم، همونطور که گفتم چون دستگاه سه مادرس مجهول میشه، وقت با گرفتن تبدیل معکوس روی تصویر دوم اون رو میبریم مختصای تصویر اول و تصاویر رو هم میندازیم. در اینجا یک کاربرد دیگه ای از ویژگی‌های محلی رو توی همتراز کردن
تصاویر شبکه چشم نشون دادیم که توی عکس برداری پزشکی از چشم فقط میشه یه زاویه محدودی رو عکس گرفت، ولی اگر این عکس ها رو با هم رجیستر کنیم میتونیم واید ویو داشته باشیم. اینجور عکس ها رو میگن عکس های کامپوزیت و بیشتر برای بیماران دیابتی گرفته میشه که زاویه ها و لیژن ها علاوه بر اطراف ماکولا و آپتیک دیسک توی این قسمت ها هستش، میتونه در جاهای کناری هم باشه و این عکسای واید ویو توی جراحی با لیزر برای رتینا تراکینگ میتونه مفید باشه. تو همین مثال هایی که زدیم فقط خواستیم بگیم که بر مبنای ویژگی های محلی بوده و اولین ما نیاز داریم که ویژگی های متناظر رو پیدا کنیم یا فیچر مچینگ رو انجام بدیم. حالا سوال اینه چطوری لندمارک ها یا کنترل پوینت ها رو پیدا کنیم بین تصویر که بشه نقاط متناظر رو پیدا کنیم؟ یعنی چطوری میشه لندمارک هایی که مستقل از تغییرات مقیاس و چرخش و روشنایی هستن بین تصویر رو پیدا کنیم؟ مثلا اینجا نقاط ریپیدبل نیستن. نقطه‌ای که اینجا دیتکت شده، اینجا دیتکت توی قسمت متناظرش که حالا مثلا اینجا باشه دیتکت نشده، ولی بقیه نقاط هم همینطور، یعنی دیتکتور ما ریپیتیبل نبوده. پس هر چقدرم که ما توصیف کردمون دیستینکتیو باشه و اطراف این نقاط توصیف بشه، شانسی برای تطابق نداریم، چون نقاط دیگه در جاهای دیگه ای هستن دیتکت شدن و توصیف کردنشون هم متفاوت خواهد بود. پس بعد نقاطی که استخراج میکنیم نقاطی باشن که تحت اعوجاجات مختلف روشنایی و هندسی تکرار پذیر باشن. حالا سوال این هستش که چجوری میشه یه لندمارک رو از دیگری تشخیص داد؟ یعنی مثلا نقطه آبی که اینجا هستش با کدوم یکی از این نقاط قرمز شبیه هستش که بگیم متناظرشه. بعد اون توصیفگری که برای توصیف پنجره اطراف این نقطه آبی به کار میره دیستینکتیو باشه. برای این دو نقطه متفاوت توی عکس اول بردار ویژگی یا توصیفگر این دو تا نقطه متمایز باشن. قطعا اگر نقاطی که انتخاب میشن، نقاطی دیتکت میشن تو آسمون باشن، مثلا اینجا یه نقطه دیتکت شده باشه، اینجا یه نقطه دیتکت شده باشه و هر توصیفگری که برای توصیف این نقاط انتخاب میشه، نتیجهش دیستینکتیو نخواهد بود، به خاطر اینکه هرچه اطرافشون شبیه به همه. اینجوری اگه اینجا مثلا دو تا نقطه داشته باشیم که دو تا نقطه از آسمون داشته باشیم و توصیفش بکنیم، چون اونا هم شبیه این دو نقطه هستن که اینجا هستن، ممکنه یکی یه نقطه اینجا بیاد به یه نقطه از این ور مچ بشه، یه نقطه هم از اینجا و یه نقطه از این ور مچ بشه که غلطه، اما چون توصیفگرهاشون یکسان بوده مچ شدن. بنابراین باید نقاطی که استخراج شدن علاوه بر این که ریپیتبل باشن، دیستینکتیو هم باشن، یعنی توصیفگر که اطراف اونها در نظر گرفته میشه متمایز باشه که بشه مچهای درست رو به حداکثر مقدار رسوند. خب حالا که با یه سری مفاهیم اولیه توی این حوزه آشنا شدید، سعی می‌کنیم که نحوه استخراج اینترست پوینتس و یا گوشه ها رو در اینجا مطرح کنیم. اول یه سری روابط ریاضی رو توضیح میدم و در ادامه کد مطلب رو برای تصاویر مختلف نشون میدیم و تحلیل میکنیم. روش های مختلفی برای پیدا کردن گوشه ها توی تصاویر وجود داره. مثلا میتونید از روش های مورفولوژیکال استفاده کنید و استرکچرینگ المنت شما شکل گوشه داشته باشه، یا از روش های یادگیری ماشین استفاده کنید، هر پیکسل رو یه مقداری از یه فیچر وکتوری استخراج کنید، بعد برید به کلاسیفایرتون هم مثلا ممکن قبلا توی تصویر لیبل زدید جاهایی رو که گوشه هستن، در واقع تارگت هاتون رو مشخص کردید. حالا اگر یک نقطه یک پیکسلی با همچین فیچر وکتوری رو داشته باشید میدونید که گوشه است، میتونید با روش های یادگیری حالا نقاط دیگر رو برای تصاویر دیگه وقتی فیچر وکتور رو براشون استخراج کردید تشخیص بدید که گوشه است یا نه. ولی ما روش هایی رو که مبتنی بر مشخصن رو برای پیدا کردن نقاط گوشه مطرح میکنیم. اینجا روش های مختلفی که توی لیترچر ریویو برای استخراج گوشه در طول زمان وجود داره مطرح شده. گوشه یا به مراوری در سال 1977 مطرح شد که ایرادهایی داشت و هریس با برطرف کردن اون ایرادها روش مراوری رو بهتر کرده. ایده اصلی
روش مراوکی هم این بوده که پیکسلی گوشه است که تحقیقات شاید روشنایی در هر جهتی که از پیکسل حرکت کنیم داشته باشیم. در واقع با روش مراوک میتونیم بگیم که یک نقطه در یک منطقه یک نواخته یا روی لبست یا گوشه است. این مسئله یعنی تشخیص نقطه رو میتونیم به راحتی با نگاه کردن به پنجره در اطراف نقطه مشخص کنیم. مثلا این شکل رو در نظر بگیرید. خب نقاطی که اینجا هستن توی منطقه فلتن.